با درود به شما بینندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم تا با هدایت روح خداوند بتونیم دروسی رو داشته باشیم تحت عنوان مسیحیت چیست، که از کتابی با همین عنوان که توسط کشیش رسول حیدری آماده شده و در طی بررسی این دروس از آیاتی از کتاب مقدس کمک میگیریم و همینطور میخوام که روح خداوند منو هدایت بکنه بتونم این دروس رو اونجوری که موجب رشد بشه برای عزیزان مسیحی و موجب نجات باشه برای فارسی زبانان بتونیم اینا داشته باشیم در خدمتتون. در نام مقدس عیسی مسیح، مسیح خداوند، آمین. شروع میکنیم دروس مقدماتی. در کتاب اشعیا باب 59 آیه های 1 و 2 میخوانیم: هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند، و گوش او سنگین نی تا نشنود. لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است، و گناهان شما دوری او را از شما پوشانیده تا نشنود. پس وقتی که گناه در میان هست، در واقع دیواری بین ما و خداوند قدوس قرار گرفته. مسلماً سوالی که برای هر کس مطرح می شود این است که آیا می شود من با خالق خود ارتباط نزدیکی داشته باشم؟ چرا نمی توانم با خالق خود ارتباط برقرار کنم؟ و چطور می توانم با خدای خود رابطه داشته باشم؟ و این سوالاتی است که سعی می کنیم با هدایت روح القدس و کلام خداوند به جواب آن برسیم. همانطور که در کتاب اشعیا خواندیم، آنچه که باعث قطع رابطه ما با خدا شده گناه است. پس برای برقراری این رابطه اولین مسئله‌ای که باید برای ما روشن شود مسئله گناه می باشد. برای شناخت گناه بهتر است به منشأ آن برگردیم و ببینیم گناه چگونه وارد جهان شد و انسان چطور به گناه آلوده گردید و گناه از دیدگاه خداوند چه مفهومی دارد و چه تفاوتی وجود دارد بین شناخت ما از گناه و آن چیزی که خدا آن را گناه به حساب می آورد. برای ما گناه عبارت است از قتل، دزدی، زنا، بت‌پرستی، کلاهبرداری و دروغ، ولی دیدگاه خدا نسبت به گناه چیز دیگری می باشد. در کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 تا 28 می خوانیم: و خداوند گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می خزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفریده، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. البته نه از نظر ظاهر، بلکه طبیعت خدا در انسان قرار گرفت. یعنی انسان مثل خدا دارای درک، شعور، فهم، تشخیص و احساس، اراده و قوه تصمیم گیری و خلاقیت می باشد. انسان می تواند فکر کند، زیبایی ها را تشخیص دهد و از این نظر به خدا شباهت دارد. آدم و حوا خوب و پاک آفریده شدند و با خدا رابطه مستقیم و عالی و صمیمانه‌ای داشتند و خواست خداوند این بود که انسان دوستی و مشارکت داشته باشد. خدا انسان را برای هدف عالی آفرید، تا بر زمین حکومت کند و هر آنچه انسان به آن نیاز داشت خدا به او بخشید. خدا بهترین ها را به آدم و حوا داد و هیچ چیز نیکویی از آنها دریغ نکرد.
انسان چون دارای اراده آزاد بود می توانست از این اراده استفاده کند. خدا می خواست انسان با اراده خود او را پیروی کند و او را انتخاب نماید. خدا نمی خواست انسان به صورت عروسک کوکی به دنبال او بیاید، بلکه می خواست با میل و رغبت شخصی او را پیروی کند. در نتیجه حکم و دستوری به انسان می دهد تا اراده آزاد او را بیازماید. در کتاب پیدایش باب 2 آیه های 16 و 17 می خوانیم: خداوند آدم را فرمود از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. خواست خدا چنین مشکل نبود که آدم و حوا نتوانند آن را انجام دهند. آنها نیازی به خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد نداشتند. مسئله‌ای که در اینجا مطرح بود گرفتن تصمیم جدی برای پیروی از خدا و اطاعت از او بود. اما متاسفانه آدم و حوا تصمیم گرفتند که از خدا پیروی نکنند و زیر سلطه او نباشند. بنابراین آنها تسلیم وسوسه شیطان شدند و از حکم خدا سرپیچی کردند. در کتاب پیدایش باب 3 می‌خوانیم: شیطان خود را به شکل مار ظاهر کرد و با ایجاد شک و تردید و مورد سؤال قرار دادن سخنان خدا، انکار مجازات، انکار نیکویی و محبت خدا و جلب دادن ارزش‌ها به صورت غیر واقعی و آدم و حوا را فریب داد. آدم و حوا خود را تسلیم خواهش‌های نفس نمودند و به این ترتیب نسبت به فرمان خدا سرپیچی کردند. بنابراین اگر ما بخواهیم گناه را تعریف کنیم، باید بگوییم گناه عبارت است از نااطاعتی و سرکشی از فرمان خداوند. گناه نه تنها ارتکاب به عمل بد است، بلکه انجام ندادن کارهای خوب نیز گناه می باشد. در کتاب یعقوب باب 4 آیه 17 می خوانیم: پس هر که نیکویی کردن بداند و به آن عمل نکند گناه کرده است. عدم اطاعت از خواست خدا که از اراده ما سرچشمه می گیرد باعث رنجش خدای قدوس می گردد. گناه از قلب انسان سرچشمه می گیرد. عیسی مسیح در این مورد می گوید در انجیل مرقس باب 7 آیات 21 تا 23: زیرا که از درون دل انسان صادر می شود خیالات بد، زنا، قتل، دزدی، طمع، خباثت، خیانت، مکر و شهوت پرستی و چشم بد، کفر و غرور و جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون صادر می شود و آدم را ناپاک می گرداند. وقتی در درون ما امیال ناپاک و بد وجود دارد، ما را به انتخاب بدی و گناه می کشاند. عیسی مسیح فرمود در انجیل متی باب 7 آیه 17: درخت نیکو میوه نیکو می آورد و درخت بد میوه بد. قلب ناپاک منجر به ناپاکی و افکار ناپاک منجر به اعمال ناپاک می شود. عیسی فرمود نه تنها قتل گناه بزرگی است، بلکه احساس خشم و غضب و نفرت گناه است، چون خشم حس انتقام جویی و قتل را به وجود می آورد. شهوت زنا را به وجود می آورد. با این تعریف می بینیم که همه گناه کرده اند. در کتاب رومیان باب 3 آیه 23 می خوانیم: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. ما برای اینکه گناهان خود را بشناسیم باید کلام خدا را مطالعه کنیم
و زندگی خود را با آن مقایسه نمایی. خواهش می کنم برای نمونه انجیل متا باب های 5 و 6 و 7 و باب 12 آیه 36 و 37 و همچنین کتاب یعقوب باب 4 آیه 17 و انجیل مرقس باب 12 آیه های 28 تا 33 و کتاب افسوسیان باب 4 آیه 25 تا 32 و باب 5 آیه 3 تا 10 را مطالعه بفرمایید. امیدوارم که از این درس امروز قلب شما لمس شده باشه و شناخت بهتری نسبت به گناه پیدا بکنین و به این توجه داشته باشین که ما در حضور خداوند با افکار خودمون و با تجزیه و تحلیل خودمون در روز داوری قرار نمیگیریم، بلکه ملاک اون چیزی هست که خداوند در نظر داره. اعتقادی که در 21 سال پیش داشتم، من حقیقتا گناه رو برای خودم توجیه میکردم، ولی ما در حضور خداوند نمیتونیم گناه رو توجیه بکنیم. گناه اون چیزی هستش که خداوند داره به ما نشون میده و کتاب مقدس این آینه جلوی ما که ما بتونیم تشخیص بدیم کجا گناه هستش. امیدوارم که فیض و برکت خداوند با شما باشه تا درس بعدی که ما مطالبی خواهیم داشت در رابطه با نتیجه گناه و چه نتیجه‌ای در زندگی ما داره وجود گناه. شما رو به دستان خداوند می سپارم. تا درودی دیگر، بدرود.